سرخط مهمترین خبرها. نشست مشورتی رهبران سیاسی و جهادی همزمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی. ارگ ریاست جمهوری میگوید در این نشست در مورد روند صلح، حمایت از نیروهای امنیتی و سفر رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی به آمریکا بحث شده است. ادامه پیشروی طالبان در شمال، جنگ تا دروازه های شهر میمنه و طالقان رسیده است. نگرانی ها از گسترش جنگ ها در کشور. مجلس نمایندگان میگویند که حکومت باید در مدیریت جنگ تغییرات لازم را عملی کند. و اعضای تیم مذاکره کنندگان که در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران گفتگو می کنند برای مشاوره به کشورهای خود برگشتند. سلام، وقتان بخیر. به خبرهای ساعت 6 خوش آمدید. امروز دوشنبه 31 ماه جوزای سال 1400 خورشیدی است که برابر است با 21 جون سال 2021 میلادی. زهرا سروری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای بازدید از واشنگتن دعوت کرده است. کاخ سفید با نشر یک اعلامیه میگوید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دعوت شدند که تا 4 روز دیگر به واشنگتن سفر کرده و با رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند. بر اساس اعلامیه کاخ سفید، روابط دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی و روند صلح افغانستان در جریان این سفر مورد بحث قرار خواهند گرفت. در همین حال ارگ ریاست جمهوری با شماری از رهبران سیاسی دیدار کرده و روی این سفرش به آمریکا تبادل نظر کرده است. در این دیدار همچنان تاکید شده که روند صلح اولویت دولت افغانستان بوده و تمام گام های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع برداشته خواهد شد. تا 4 روز دیگر قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به دعوت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا عازم این کشور شوند. کاخ سفید با نشر یک اعلامیه به گونه رسمی از رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی کشور برای بازدید از واشنگتن تا 25 جون خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه کاخ سفید، قرار است روابط دو جانبه افغانستان و ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی از کشور و روند مذاکرات صلح افغانستان در این نشست مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رئیس شورای عالی مصالحه ملی را به سفر رسمی به واشنگتن دعوت کرده. قرار است که دکتر سید عبدالله در جریان سفر خود با مقامات آمریکایی درباره رابط دو جانبه، دوام کمک ها و پروسه صلح افغانستان دیدار و گفتگو بکنه. با این حال رئیس جمهور با شماری از رهبران سیاسی کشور روی سفر زود هنگامش به آمریکا یک جلسه مشورتی برگزار کرده است. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که رهبران سیاسی این سفر را مهم توصیف کردند. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حالی قرار است که به واشنگتن برود که درگیری ها میان ارتش و طالبان در سطح کشور افزایش یافته و در کمتر از 2 ماه گذشته بیش از 30 ولسوالی به دست گروه طالبان افتاده است. پس از سقوط چندین ولسوالی در ولایت تخار، وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که ولسوالی های خواجه‌غار و بنگی دوباره به کنترل نیروهای امنیتی در آمده است. این در حالی است که روز گذشته باشندگان ولایت تخار در حمایت از نیروهای امنیتی سلاح گرفته و در کنار نیروهای امنیتی به مقابله با طالبان پرداخته اند. نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی به باشندگان ولایت تخار اطمینان می دهد که طالبان را شکست داده و مناطق از دست رفته را پس می گیرند. ورودی دروازه شهر طالقان آخرین خط میان نیروهای امنیتی و طالبان است. در چند روز گذشته نیروهای امنیتی ولسوالی های چاهاب، اشکمش، شینگی قلعه، خواجه بهاءالدین، درقد، دشت قلعه، خواجه غار، بهارک، بنگی،
چال، نمکاب و هزار سموچ را به دلیل نرسیدن حمایت‌های زمینی و هوایی به گونه کامل و یا نسبتی به طالبان واگذار کرده و ساحه عقب نشینی کردند. پس از تصرف شماری از ولسوالی‌ها در این ولایت، طالبان از چندین بخش بالای شهر طالقان حمله تهاجمی را آغاز کردند، اما نیروهای امنیتی با کمک خیزش‌های مردمی در این ولایت توانستند که حملات گروه طالبان را به عقب بزنند. دیروز ساعت 10 بجه طالبان از استقامت‌های مختلف همزمان حملات خود شروع کردند. در همه استقامت‌ها، همه کماندان‌های جهادی، نیروهای امنیتی، کماندان امنیت، رئیس امنیت، واجی، همه بزرگوارا که اینجا بودند، کلشان به ساحات تقسیم شدند و جنگ به ساعت 10 بجه آغاز شد تا شام. در این مدت 4 حمله در هر استقامت داشتند که دشمن تلفات بسیار زیاد متحمل شد و پس عقب شد. تا نیروهای امنیتی هم از پلیس، اردو، امنیت ملی و جمع خیزش های مردمی که در کنار یا ایستاده هستند تا ما زنده هستیم انشاءالله به این مردم اطمینان میتیم که هیچ گاهی دشمن زبون کاری کردم نمیتونه و با اجازه هم برش نمیتیم که طرف تخار تیر شود. باشندگان شهر طالقان نیز میگویند آنان در جنگ مقابل گروه طالبان بسیج شدند و در کنار نیروهای امنیتی برای دفاع از شهر طالقان ایستادگی خواهند کرد. که از دیروز تا بال به یک اندازه استراب و نگرانی خلق شده بود، الحمدلله او برطرف شد. دیگر ما فعلا در خط چشمه شیر قرار داریم، انشاءالله قابل نگرانی نیست. تمام مردم عام تخار بسیج شدند، در کنار نیروهای امنیتیشان استاد هستند، حاضر هستند بمرند. من خودم شخصا حاضر هستم بمرم. در همین حال نیروهای امنیتی مستقر در ولایت تخار از راه اندازی عملیات های تصفیهوی در این ولایت خبر داده می گوید آنان اجازه نخواهند داد که گروه طالبان مرکز این ولایت را تصرف کنند. فعلا وضعیت د تخار درنو ولسونو ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله وضعیت کنټرول شوی ده. دشمن ته غخمتونکی ځواب ورکړی ده. انشاءالله هیڅکله که به دغسې د پنجابیانو مزدورانو ته پنجابیانو ته مونږ ته په دې وطن کې اجازه ورنکړو، په تخار کې به اجازه ورنکړو چې دوی مخ ته تګ وکړي. انشاءالله د تخار درنو ولسونو ته مونږ دا اطمینان ورکوو چې د مونږ پښتون کې تر څو چې مونږ په بدن کې یو څاڅکی وینې دې وطن نه به او د دې ولایت نه به په دریغه دفاع کوو. نیروهای بسیج مردمی در کنار نیروهای امنیتی در حال حاضر تدابیر جدی امنیتی را در این ولایت اتخاذ کردند تا از حمله گروه طالبان در مرکز شهر طالقان جلوگیری کنند. گفته می شود که از 16 ولسوالی ولایت تخار اکنون 13 ولسوالیان در کنترل طالبان قرار دارد. سقوط پای همه ولسوالی ها سرانجام شماری از پایتخت نشینان را در اعتراض به آنچه بی تفاوتی حکومت می گویند به جاده ها کشانده است. سقوط نزدیک به 40 ولسوالی در یک ماه گذشته به دست گروه طالبان نگرانی شماری از شهروندان را برانگیخته و حکومت را به کمکاری و ضعف مدیریتی متهم می کنند. آنان سقوط ولسوالی ها را به برنامه ریزی شده می دانند و می گویند که حکومت قصدن ولسوالی ها به گروه طالبان رها می کنند. سقوط بیش از 30 ولسوالی در ماهای گذشته بعد از گروه طالبان ظاهراً پایتخت نشینان را نیز نگران کرده است. امروز شماری از پایتخت نشینان به جاده ها آمده و دست به اعتراض زده اند. این شهروندان در مقابل درب ورودی شورای ملی تجمع کرده و حکومت را به کمکاری وضعیت مدیریتی متهم می کنند. همی بزرگ مردای ما از ادوکند مقاما و چوکی هستن، به این فکر نیستن یک امانگی چیز اگر صحیح وجود داشته باشه به هیچ وقت نخواد نه ولسوالی نخواد سقوط کنه. اگر مردم با دولت با ملت خود همکار باشن هیچ وقت یک فجایع یک حادثه رخ نمیده. جنرالایی که به اصطلاح کار کشته بودن و جنرالایی که به اصطلاح اونا متخصص نظامی بودن متاسفانه اونا از کنار برداشته شده و چهره‌های جدید به اصطلاح در اینجا معرفی میشه که تا اونا تجربیات بگیرن. فعلا سقوط ولسوالی به معنای این است که فعلا دولت به آنچنانی که به دو ولسوالی رسیدگی بکنه رسیدگی نمیشه. معترضان همچنان با انتقاد از کمکاری‌ها و وضعیت مدیریتی نهادهای امنیتی میگویند که شمار زیادی از منصوبین پلیس ملی در ترورهای هدفمند نیز دست دارند. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که به قضایای ترور و کشتارهای هدفمند رسیدگی نشود، دامنه اعتراضاتشان را گسترش خواهند داد. ادعا می‌کنند که دولت بی‌تفاوتی نشان می‌دهد، اما حتماً دولت قشان هم تا بالا کدام پروتکل یا کدام هدف کدام گپی دارند که
در صورت عدم رسیدگی جدی و هرچی عاجل قضیه ترور از جانب مسئولین مربوط و ارگانهای عدلی و قضایی، ما اعتراض کنندگان به راهپیمایی های گسترده تر دست زده و الا رسیدن به حقوق قانونی خیش متوقف نخواهیم شد. این در حال است که در چند هفته گذشته همه روزه چندین ولسوالی در ولایت های مختلف به دست جنگجویان طالب سقوط می کند، آنچه که سبب نگرانی شهروندان کشور شده و شمار حکومت را به سقوط برنامه ریزی شده ولسوالی ها متهم می کنند. همزمان با گسترش درگیری ها در کشور، مجلس نمایندگان میگوید که حکومت باید در مدیریت جنگ تغییرات لازم را عملی کند. رئیس مجلس نمایندگان در حالی که بر تقرری های مسلکی در نهادهای امنیتی تاکید میورزد، از حکومت میخواهد تا خیزش های مردمی را مدیریت کرده و نگذارند که آنان به جریان های ضد امنیت مبدل شود. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از افتادن پیهم ولسوالی‌ها به دست طالبان میگویند که سقوط ولسوالی‌ها نتیجه بی‌کفایتی، ضعف مدیریت و نیز برخوردهای سلیقه‌ای حکومت با نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است. در ادامه نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع امنیتی و افتادن ولسوالی های بیشتر به دست گروه طالبان، شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند بیکفایتی، سوء مدیریت و نیز برخورد های سلیقه‌ای حکومت با نهادهای امنیتی و دفاعی اوضاع کشور را بحرانی ساخته و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، بزرگ شهرهای کشور نیز سقوط خواهند کرد. شهر میمنه و ولایت فاریاب اگر سقوط کنند، شما وکیلای با عزت مردم افغانستان مطمئن باشین که جنگ به دروازه های شهر مزار شریف خواهد رسید. بنان هر چیز زودتر در این مورد وزارت دفاع اقدام بکنن. دغه جنگ د کابل که دغه رقم دوام وکي د خارونو سرحدونو ته هم رسیدلی شي. ورځ په ورځ ولسوالۍ سکوت کوي، دغه هوایي ځواکونه ولې ورسره مرسته نه کوي؟ دا ډیر غټ سوال ده. دلیلش دیدگاه های ناعادلانه حکومت نسبت به مردم و منطقه است. دلیل دوم دوراندن شخصیت های کارفهم از نظام است. برخ از نمایندگان از سقوط روزافزون ولسوالی ها به دست گروه طالبان سخت انتقاد می کنند و می گویند که چندین ولسوالی در ولایت های مختلف کشور در محاصره شدید این گروه قرار دارند و اگر حکومت در برابر این وضعیت اقدام جدی نکند، ولسوالی های بیشتری به تصرف گروه طالبان در خواهند آمد. ای سرک دومره مهمه ولسوالی ده که خدا نخواسته سقوط شو نو بیا به جنجال دیر وی او کننگرار که مساله خراب شي، نو زما په حکومت مات باندې غږ دی چې بیا کابل کې بم ډیر زیات مشکلات وشي. د خاموشي علت څه ده؟ ولې معامله سوې ده؟ د پردې شاته کومه خبره ده؟ که چیرته د پردې تر شا څه خبره وي، رئیس صاحب تر هر څه نه مهمه اوله باید ولس د دې معاملې نه آگاه اوسي. چرا ولسوالی ها پای هم سقوط میکنه؟ باید از بوت های قومیش، جغرافیاییش، فرهنگیش، همه اقتصادیش باید به بررسی گرفته شود تا ما به یک نتیجه برسیم. شمار از نمایندگان در حالی که گزینش های تازه را در نهادهای امنیتی استقبال میکنند، اما تاکید میورزند که تعیینات در نهادهای امنیتی باید بر اساس شایستگی و معیارهای نظامی باشد و نباید در کارهای نهادهای امنیتی مداخله صورت گیرد. په شکل باندې فقط شارې پاتې سوی دی، هیڅ نور نسته، ولسوالۍ نسته، ټوله سقوط سوي دي او د طالبانو په لاس کې دي. یو مهینې د وزارت داخلي یوه هفته مهین که دا بل ورځې بېرته لرې که دا واقعا ځای د شرم ده. دا څنګه حکومتداري ده؟ دا زموږ د افغانستان خلکو ته هېڅ په هېڅ وجه قابل د قبول نه ده چې دا شمونه کوي. څوک مدیر که چې مدیریت وکړي. از رئیس جمهور محترم هم خواهش میکنیم که فهمشان در مورد جنگ از هیچ به بالا هست. یک آدم کاملا غیر مسلکی هستند. در این قضیه اجازه بده که نظامی ها در جنگ دست باز داشته باشند و از جلسات مضحک هر ساعته ایش دست بکشه. برخی دیگر از نمایندگان اما تاکید دارند که برای مهار ناامنی های کنونی نیاز است تا شورای دفاعی ایجاد شود. با این حال رئیس مجلس نمایندگان بر مدیریت شدن خیزش های مردمی تاکید می کند و از حکومت می خواهد تا خیزش های مردمی را تجهیز و تمویل کند. مردم
افغانستان، از مجاهدین، از مقاومتگران خواهش میکنیم که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان در هر ولایت، در هر گوشه ولسوالی و قریه‌جات باید بیستند. حکومت باید در مدیریت جنگ تغییرات لازم را به وجود بیاورد و استخدام ها را مسلکی سازد. هر گونه ملاحظه سیاسی قومی و جرامدهای گروهی درد نامنی ها را درمان نمی کند، بلکه بر اساس توانایی ها و ظرفیت های مسلکی و تجربه باید مدیران جنگ انتخاب شوند تا انگیزه دفاع از کشور در اندام هر یک سربازان و افسران دلاور و شجاع ما تقویت گردد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که گروه طالبان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور، حملاتشان را در بخشای از کشور شدت بخشیدند، چنان که در جریان دو ماه گذشته این گروه نزدیک به 60 ولسوالی را سقوط دادند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد تون از ارائه نکردن فهرست متهمان با فساد در گمرک های کشور از سوی سرپرست وزارت مالیه از لوی سارانوالی می خواهد تا ادعای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه را مبنی بر حیف و مر شدن روزانه 8 میلیون دلار از عواید گمرک ها و نیز دست داشتن برخی از اعضای شورای ملی در موجودیت فساد گسترده در گمرک ها را بررسی کند. رئیس مجلس نمایندگان نیز به کمیسیون مالی و بودجه مجلس وظیفه می دهد تا مسئولان وزارت مالیه را خواسته و در مورد گفته های سرپرست وزارت مالیه وضاحت بخواهند. پس از آن که محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه از حیف و مل شدن روزانه 8 میلیون دلار از عواید گمرک ها سخن زد و ادعا کرد که شمار از اعضای شورای ملی و کارمندان دولت در حیف و مل شدن عواید گمرک ها دخیل هستند، اکنون برخی از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که سرپرست وزارت مالیه باید ادعاهایش را ثابت کرده و فهرست متهمان به فساد را همگانی سازد. روزانه 8 میلیون دلار در وزارت در گمرک ها حیف و میل میشه، حالی البته ای آدم با او حیف و میل میکردگی ها شریک شده که پس دوباره چوب شد و صدای خود بلند نمیکنه. شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان اما از خاموشی سرپرست وزارت مالیه در برابر این گفته هایش انتقاد میکنند و میگویند در صورتی که سرپرست وزارت مالیه نتواند ادعاهایش را ثابت کند، باید به لوی سارانوالی معرفی شود. لوی سارانوال صاحب وزیر مالی ویلی چې 8 میلیونه ډالر ورکیز دي دی پښتنه او کې او دا حق باید بدرګه سي او دا حق باید اوچت سي او دي پښتنه او کې چې داخل څوک ده دا. باید سارانوالی قضیه را بررسی کنه و ببینه که اظهارات نادرست و بدون اساس جای نداره، باید اینا جلو از این موارد گرفته شود. در همین حال یک عضو مجلس نمایندگان گفته های اخیر سرپرست وزارت مالیه را تایید میکند و میگوید که برخی از وکلا در تبانی با حکومت در حیف و میل شدن عواید ملی دست دارند. ما وکیلی را میشناسم در تبانی و تفاهم با اعضای و بعضی اعضای حکومت، اینها از کلوخ به کاخ رسیدند. بر ما خنده میکنه که تو وکیل 17 ساله و 16 ساله تنها با معاش زندگی میکنی. ما روز مانه 1.5 لک دلار آید دارم. او برادرها نکنین تبریه نکنین. امی حکومت، بعضی اعضای حکومتی ها، امی وکیلای پارلمان، اینا یک مافیا جور کنن، رفتن اختلاس کردن. اگر اتهامی برای وکیل وارد بکنین، میگین وکیل دست داره به مسائل اداری و مالی، او وکیل مشخص بسازین. شما وقتی اتهام وارد میکنین، وکیل صادق و پاکی هم که عاشقانه و صادقانه تا کار میکنه، او هم متهم میشه. با این حال رئیس مجلس نمایندگان از کمیسیون مالی و بودجه مجلس میخواهد تا مسئولان وزارت مالیه را برای پاسخگویی به این مجلس بخواهد. کلای مردم افغانستان را متهم به دست داشتن حیف میل عواید گمرکات کرد به کمیسیون مالی و بودجه هدایت داده می شد که مسئولین آن وزارت را دعوت نموده و اسناد دست داشته شان را بخواهند و با تالار گزارش بیاورند تا در زمینه تالار تصامیم بعدی را اتخاذ نماید. نزدیک به یک ماه پیش سرپرست وزارت مالیه در نشست استجوابی این مجلس از حیف و میل شدن پول هنگفت از عواید گمرک ها پرده برداشت و ادعا کرد که برخی از اعضای شورای ملی و کارمندان دولت در حیف و میل شدن عواید گمرک ها دست دارند. وزارت صحت عامه از جان باختن 78 تن از بیماران کووید 19 در یک شبانه روز گذشته خبر داده است.
این وزارت میگوید در 24 ساعت گذشته 1847 تن دیگر به این ویروس مبتلا شده است. این در حالی است که روز گذشته این وزارت اعلام کرد که تهدید ویروس کرونا همچنان پابرجا است و موج سوم این ویروس با خشم و سرعت زیاد در سراسر کشور در حال گسترش است. با اینکه به باور کارشناسان صحت موج سوم همگیری کرونا به شدت مرگ‌آفرین تر از موج نخست و دوم آن است و شمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس نیز در کشور بالا گرفته است، اما شهروندان افغانستان به ویژه باشندگان کابل بدون توجه به توصیه‌های بهداشتی مثل روزهای پیش از همگیری موج سوم کرونا به رفت آمد در شهرها ادامه می‌دهند. بر همین اساس وزارت صحت عمومی کشور اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 78 تن از بیماران کووید 19 جان باخته و 1847 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شده است. همچنان در این مدت 670 بیمار کرونایی دیگر صحتیاب شده است. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 4629 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1847 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 105749 رسانیده. همچنان 670 مورد بهبود یافته، متاسفانه 78 مورد فوت گشته. این در حالی است که از نخستین روز شیوع بیماری کووید 19 در کشور 105749 تن به این ویروس مصاب شده و 4293 تن دیگر جان باخته است. وزارت صحت عامه از شهروندان کشور خواسته است که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستورات صحی را رعایت کنند. در ادامه گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 79 افغانی، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 20 پول، یک یورو 93 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی هندی 1070 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 494 افغانی. در خارج از کشور مذاکره کنندگان برجام برای مشوره به کشورهایشان برگشتند. اعضای تیم مذاکره کننده که در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران گفتگو می‌کردند برای مشاوره به کشورهایشان برگشتند. ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شده است، پیش از این گفته بود که برجام را یک دولت مقتدر میتواند اجرا کند. مذاکره کنندگان برجام مذاکراتشان را قابل پیشرفت دانسته، اما گفتند که اکنون زمان آن است که دولت‌ها تصمیم‌های سیاسیشان را بگیرند. انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا بدون آنکه درباره زمان از سرگیری این مذاکرات چیزی بگوید گفته است که در چند مورد تکنیکی پیشرفت شده است و مذاکره کننده ها هنگام برگشت به میز مذاکره درباره رسیدن به یک توافق تصویر واضح خواهند داشت. همچنان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز گفته است که مذاکره کننده ها شاید تا 10 روز دیگر به میز مذاکره برگردند و شاید بتوانند ماه آینده به نتیجه نهایی برسند. مذاکره بین ایران و 6 قدرت جهان از ماه اپریل به این سو در ویانا مرکز اتریش جریان دارد. گفتگوها تحت سایه پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات روز جمعه ایران قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور بود از توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان به طور یکجانبه بیرون شد، اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته است که مایل به احیای این توافقنامه است.
در توافقنامه موسوم به برجام ایران متعهد بود که در بدل کاهش تحریم ها برنامه هسته‌ای اش را محدود می کند. جرمنی خواهان تحریم های گسترده اقتصادی علیه بلاروس شد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی خواهان تحریم های اقتصادی گسترده علیه بلاروس شده است. او این خواست را در آستانه نشست اتحادیه اروپا مطرح کرده است. قرار است در این نشست درباره اقدام های تنبیهی علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو بحث شود. وزیر خارجه جرمنی در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که تهدیدهای اضافی علیه بلاروس اجتناب ناپذیر است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ دیدار میکنند و در مورد تحریم‌های تازه بر بلاروس بحث خواهند کرد. اقدامات بیشتر علیه آن کشور در واکنش به فرود اجباری طیاره مسافربری شرکت رایان ایر روی دست گرفته خواهند شد. مقام‌های بلاروس حدود یک ماه پیش، یعنی در 23 ماه می، بعد دنبال فرود اجباری این طیاره در مینسک، رومان پراتاسیویچ روزنامه‌نگار و فعال اپوزیسیون را که از سرنشینان تیاره بود بازداشت کرد. قطر گفته از تماشاچیان جام جهانی فوتبال باید واکسین شوند. حکومت قطر اعلام کرد که علاقمندان جام جهانی فوتبال 2022 که میخواهند رقابت‌های جام را از نزدیک تماشا کنند باید واکسین شده باشند. شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز صدر اعظم قطر به رسانه‌های دولتی آن کشور گفته است که قطر تلاش خواهد کرد تا 1 میلیون دوز واکسن را برای ایمن کردن تماشاچیان به دست آورد. وی میگوید تا رسیدن زمان برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 بسیاری کشورها واکسن را به شهروندانشان تزریق خواهند کرد. قرار است جام جهانی فوتبال در 21 ماه نوامبر سال 2022 به میزبانی قطر آغاز شود. و هند کمپاین واکسن کرونا را دوباره آغاز کرد. مقام‌های هندی کمپاین تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا را امروز دوباره آغاز کردند. در آن کشور با آنکه کمبود واکسن خیلی زیاد است، اما هر فرد بالغ می‌تواند که یک دوز واکسن به طور رایگان به دست آورد. هرچند هند از بزرگترین صادرکنندگان واکسن در جهان بود، اما بنابر مشکلات در داخل آن کشور صادرات واکسن را متوقف داده است. از میان 1.4 میلیارد جمعیت هند، صرف 3% نفوس آن کشور واکسن شدن. سپاس بیننده های عزیز، از توجهتان و وقتتان خوش. خدا نگهدار.